سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. واکنش دوستانه کل به خبر بامداد درباره قتل دکتر اکرموف. سازمانهای حامی حقوق از پرزیدنت شورای اروپا خواستند با حاکمان اوسیای مرکزی مسئله حقوق انسان را بردارد. این چه بدودی است؟ مقامات رش دو معیوب را از خانه که امام علی رامون توفه کرده بود پیش کردند. از 12 تا 14 سال حکم زندان خوشدامن و هیور و زن هیور برای مرگ سیاره زوی روه. ابلا و تمام شد، خدمتگریز ها را روی خط میکنند و به جوابگری میکشند. و اکنون تفصیلات خبرها. دادستانی کل تاجیکستان روز 2 ایون سال 2023 با نشر یک اظهارات با گزارش سامانه بامداد با نام طبیب بیمارستان استقلال محمد علی اکرموف را در پیش چشم همه زده زده کشتند واکنش نشان داده، این حادثه را چنین شرح داده است. 19 می سال 2023 تخمینا ساعت 14:00 دقیقه نابالغ مرادوف بابا جان فردوسویچ سال تولدش 2005 که در افتماشین مسافرکشانی خسر رقم 8 تمغه مرسدس پرینتر رقم قید دولتیش 86903-05 تحت اداره کنی روننده پیروف تیمور بایسی کندوکتر فعالت میکرد، هنگام در نزد روی موشنگرد حدود دهه چورکاران نویه رودکی قرار داشتنشان با شهروند اکرموف محمد علی سال تولدش 1963 ساکن شهر دوشنبه نویه سینو کوچه زرفشان که دختر مؤسسه دولتی استقلال بوده است در زمینه مناسبت دغل بین همدیگری مناقشه کردند. در جریان مناقشه بنا به فرضیه دادستانی اکرموف به نقلات مسافرکش نشسته مادر مرادوف را دشنوای قبع میدید. نابالغ مرادوف بنا بر جانب اکرموف تحقیر گردیدن مادرش با استفاده زوراوری با مشت دست راستش به رخزوره شهروند اکرموف ضربه زده است. در نتیجه اکرموف به زمین منفرش افتیده در نتیجه برخوردن سرش به آن جراحات جسمانی برداشته است. بعدن از طرف خود نابالغ مرادوف و دیگر شخصان در جای حادثه حضور داشته، دکتر اکرموف برای رسانیدن یاری طبی و تبابت به بیمارخانه شهرک شفابخش شهر دوشنبه انتقال داده شده بستری کرده شده است. با وجود بجبردیده اکرموف در بیمارخانه رسانیدن کمک و تبابت ضروری طبی نام برده، صحنه 27 مای سال 2023 پس از 8 شبانه روز در بیمارخانه به لوکت رسیده است. موافق خلاصه اکسپرتیز سعودی طبی از 3 مای سال 2023 آسیب کشوده رخنه شده وزنین کوسخانه و مینه سر سبب مرگ نامبرده گردیدند. اوید به حادثه مذکور از طرف وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نسبت نابالغ مرادوف بابا جان با ماده 110 قسم 3 بند و یعنی قصدن به سلامتی رسانیدن ضرر وزنین که از بی‌احتیاطی باعث فوت جبریده گردیده است، کودش جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نام برده به حبس گرفته شده است. دوستانی گفت تفتیشات پیشکی پرونده جنایتی مذکور ادامه دارد. محمد علی اکرموف 28 مای سال 2023 در قبرستان محله زرفشان شهر دوشنبه به خاک سپریدند. محمد علی اکرموف سال 1965 در دهه یشم جماعت شلمک نویه غرب یا رشت به دنیا آمده سال 1988 دانشکده طبی دوشنبه را ختم کرده بود. او سالهای زیاده در بیمارخانه قریه بالا و چند سال آخر در بیمارخانه استقلال کار میکرد. در این هفته روزهای دوم و سوم ایون سال 2023 پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل در شهر چالپونته قرغزستان در نشست سالن اتحاد اروپا و آسیای مرکزی اشتراک میکند. این سفر میشل در راستای افزایش توجه اتحاد اروپا به آسیای مرکزی در رابطه با پیامدهای گیوپولیتیکی جنگ روسیه به ضد اوکراین صورت میگیرد. شارل میشل ماه اکتبر سال 2022 نیز علکه یک دفعه با پرزیدنت های آسیای مرکزی در استونا ملاقات کرده بود. در پیشروی سفر نوبتی و اینک دوم پرزیدنت شورای اروپا به آسیای مرکزی در 8 ماه اخیر 5 سازمان حامی حقوق انسان همکاری بین المللی اوید به حقوق انسان
انجمن حقوق انسان اوسو مرکزی دعوت بین المللی حقوق انسان و رویه قانونیت تشبث حقوق انسان ترکمنستان و بنیاد پیشرفت قانونیت روز 1 یونی سال 2023 در اظهارات مشترک از شارل میشل خواستند که با رهبران منطقه مسائل کلیدی مربوط به وضع حقوق انسان در اوسو مرکزی را در میان گذاشته در نزد آنها قدم های مشخص جهت بهبود وضع حقوق انسان را همچون شرط تحکیم همکاری های اتحاد اروپا با کشورهای این قلمرو مطرح کند. حامیان حقوق از جمله از میشل دعوت کردند که به ضرورت به جوابگری کشاندن تمام افراد گناهکار در پایمال کردن حقوق انسان در رابطه با چند بحران سیاسی سال 2022 در کشورهای آسیای مرکزی را که مقامات برای پراکنده کردن اعتراضهای عمومی و بی‌تردیدی های ماه ینوار سال 2022 در قزاقستان، ماه می سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان و ماه ایول در جمهوری قره‌قزاقستان ازبکستان از شوره های شدید کار گرفتند تاکید کند. بقیده های سازمان های حامی حقوق مقامات این سه کشور تا امروز برای تحقیق مشکوفانه و مستقل شکایت ها از قانون شکنی ها در جریان این حوادث یگان چاره مؤثر نندیشیدند و گناهکاران را به جوابگری نکشاندند. حامیان حقوق از پرزیدنت شورای اروپا همچنین خواستند که مسئول در آسیای مرکزی محدود کردن فعالیت سازمان های غیر دولتی به ویژه آنهایی که از خارج مبلغ گذاری می شدند در بین گذارد و بس کردن تعقیبات فعالان، حامیان حقوق، ژورنالیستان و بلاگران منتقد حکومت را تقاضا کنند. سازمان های حامی حقوق همچنین اسم 10 فعال محکوم شده از 5 کشور آسیای مرکزی از جمله ادوکات های توجیک منوچهر خلق نظر و بزرگ میدیاروف را نیز نشر کردند که به قیده آنها ناعادلانه بازداشت و زندانی کرده شدند. از جمله در مورد منوچهر خلق نظر گفته شده است که او در چارچوب تعقیبات عمومی در پی سرکوب اعتراض های بدخشان با جرم هایی که همچون انتقام برای حمایتش از حقوق انسان و مبارزش برای تأمین فعالیت قانون در بدخشان به نظر می رسد به 16 سال زندان محکوم کرده شد. بزرگ میدیاروف به عقیده حامیان حقوق نیز برای فعالیت ادوکاتیش محکوم به 22 سال زندان شده، حالا با اتهام نوی روبرو شده است که می تواند سبب باز هم زیادتر کردن حکم زندانی او شوند. 3 عضو یک خاندان را در نایه همدانی ولایت قتلان در پیوند به مرگ سیاره زایر و 36 ساله زندانی کردند. حکم را دادگاه نویه روز 31 می سال 2023 برآورده است. سیاره زایر و 8 ماه پیش ماه آگوست سال 2022 بعد از یک مناقشه در خانه شفر و ضرب خوردن بستری شد و در شفاخانه جان باخت. او قبل از مرگ در یک ویدیو نقل کرد که چگونه خیش و تبار شفرش او را تا مردن لتوکوب کردند. بر اساس حکم دادگاه که رادیوی آزادی روز 2 ایون دسترس کرد، مکمبر اسحاق و خوشدومن، خورشیده نازم، زن هیور و جیانشو رحیموف برادر شفر به گناه قصدن رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی که باعث مرگ جبری دیده شده است، بر اساس ماده 110 کدش جنایی قسم 2 بند و از 12 تا 14 سال از آزادی محروم شدند. در حالی که پیشتر مادر سیاره زایروف از درست تفتیش نشدن پرونده شکایت داشت، برادر او عبدالوهاب زایروف روز 2 ایون به آزادی گفت از حکم دادگاه روزی هستند، عادلانه بود چون که گناهکاران جزا گرفتند. افزود هم به قبر انصوبت آزادی مکمبر اسحاق و پسر و کلینش پس از اعلان حکم در تالار دادگاه بابز گرفته شدند، تا اون وقت در آزادی بودند. مکمبر اسحاق خوشدامن سیاره زایروف روز 12 ماه گفته بود که عروس خاندان را نزدند و برعکس ادعا کرده بود که سیاره به اجازه شفرش و این حالت باعث زن دیگر گرفتن پسرش شد. جهانگیر رحیموف همسر سیاره زایروف نیز لتوکوب همسرش را از طرف مادر و برادر و همسر برادرش رد کرده بود و روز 2 ایون از حکم دادگاه نویه همدانی ناروزگی کرد. برادرم کودکان خرد دارد، آنها را به نظر نگرفتند، من نگاهبین کردن نمیتوانم، اصلا با حکم راضی نیستم، گفت جهانگیر رحیموف. سیاره زایروف در ماه آگوست سال 2022 در پی بحث خانوادگی به بیمارستان افتاد و پس از 3 ماه جان باخت. در سنجش طبی و دادگاهی
سبب مرگ سیوره را آسیب سخت در سر نوشتند. تفتیش و محاکمه پرونده 8 ماه در روز کشید و این وضع ناراضگی خانواده سیوره زویروه را به بار آورد. هر سال در تاجیکستان موردهای زیاد مناقشه خانوادگی را ثبت می کنند. تا کنون بعضی از این حادثه ها با مرگ و بازداشت و زندانی شدن اعضای اویله انجام یافته است. مقامات آن را بیشتر به یک دیگر نفهمی ربط می دهند. نمایندگان سازمان های اجتماعی به مهاجرت دراز مدت و مشکل اقتصادی و روانی. و حالا یک مروری کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. مقامات نوی ایرش روز 1 میون سال 2023 که اتفاقا روز بین المللی حمایت حقوق کودکان هم بود، دو خواهر معیوب مادرزاد مدینه و میرونه مجیدزاده را از منزل یک اجرگی مساحتش 43.52 متر مکعب که سال 2009 پرزیدنت تاجیکستان به این خانواده عبارتش 4 معیوب تحفه کرده بود پیش کردند. این کار روز 1 میون تقریبا ساعت 2 بعد پیشین صورت گرفت. طوری در ویدیوی به اداره پایگاه خبری بامداد فرستاده شده دیده می شود، سود جلوچیان و دیگر نمایندگان مقامات تمام کرپه و بارشت و کرپچه و دیگر چیز و چوره این خانواده را از اجرهشان که در قوات دویم یک بنا در کوچه باقی رحیمزاده شهر غرب مرکز نوعه رش جایگیر شده است، بدون چون و چرا برآورده به بیرون پرتافتند. گنجینه صاحب نظر رئیس محله که این خواهران معیوب به سر می بردند روز 2 ایون سال 2023 به پایگاه خبری بامداد گفت که به بعد بخت مدینه و میرونه بعد به بیرون برآورده پرتافتن چیز و چوره این دو بیچوره در غرن بارون سخت بارید و همه چیز و چوره شون تر شد. ما یک جای با امسایه ها چیز و چوره اونها رو درآورده در درآمدگاه و تخانه بنا در رو رو موقتا جای گیر کردیم. خود مدینه و میرونه که به در خانه شون قلف نف زدند این شب رو در درآمدگاه در روی زینه ها روز کردند. نقل کرده است رئیس محله بنابرای اطلاعی دریافتی در اساس قرار دادستانی نوعه رشت مجیدزاده مدینه گویا برای قرضدار شدنش از حق اقامت در این منزل محروم کرده شده، این خانه را بلافاصله با یک قرار دیگر رئیس حکومت نوعه رشت رحیم جان مقیمی به مادر سربازی که در زدخوردهای مسلحانه سال 2022 در مرز با قرقیزستان کشته شد تحفه کردند. البته عرض سپاس و منداری حکومت به خانواده هایی که فرزندشان در روی حفظ مرز و بوم کشور شایسته دستگیری است، ولی این کار نباید از حساب به کوچه پرتافتن یک آیله معیوب صورت بگیرد و اون هم از حساب خانه ای که در وقتش افنوم پرزیدنت به این خانواده عبارت از 4 معیوب تحفه شده بود. بنابر اطلاع دریافتی با سپارش پرزیدنت تاجیکستان این خانه را سال 2009 به عمه مدینه و میرونه که او هم معیوب مادرزادی بود تحفه کردند و آنها در این منزل یک اجرگی 4 نفر عمه و پدر این دو خواهر و خود مدینه و میرونه به سر می بردند. مشکل آنها سال 2021 بعد درگذشت عمه شان سر شد، چون که مقامات نوعه رشت از گذرانیدن این منزل به نام این دو خواهر که در امین 4 دیوار تنگ به وای رسیدند دست کشیدند. مدینه که علکه به وای رسیده است روزگار خودش و خواهر انوز مکتب خونش رو از حساب دو زندگی پیش می برد. یک ماشین درز دوزه خریده کرته های زنانه می دوخت و برای هر یک کرته به وای از 10 تا 15 سامونی می دادند. همین طور برخی مردم دست بخیر و امسایه ها به مدینه و میرونه دست کمک دراز می کردند و خواهران از همین حساب روز رو پیش می بردند و پول برخی خونه شون رو هم هر ماه می سپوریدند. حالا مدینه و میرونه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون مراجعت کرده خواستار دستگیری آنها در روز سخت در مقابل بیدادی مقامات مالی شدند. آنها هیچ نمی فهمند که چگونه مقامات رشت توانستند آبروی پرزیدنت را پشت پا زده خانه را که او به یک آیله معیوب تحفه کرده بود به چنین صورت خشونت آمیز از دست آنها کشیده بگیرند و کوچ و بند آنها را بدون یگان ترحم در کوچه پرتویند. مدینه و میرونه همچنین به همه هموطنان مهاجر دست بخیر به خصوص برای امجان بابا جانوف معروف برای میغرمی که با عملهای خیر خود نام برآورده است مراجعت کرده خواستار کمک برای نجات از این ورطه نومیدی و به ایلوجی در زندگیشون شدند. آنهایی که میخواهند به مدینه و میرونه کمک برسونند میتوانند به این کارت بانکی کمک خود را گذارند. دوشنبه سیتی 97 62 00
00-74-68 58-42. این کارت به رقم تلفن مدینه مجیدزاده پیوسته است. 992-98-89-76-550. علاقه برخی قلابان کوشش کردند که با بهانه گوی و کمک از خوشباوری این دو خواهر معیوب سوء استفاده کرده حساب بانکیشان را خالی کنند. از همه گونه قلابان خواهش میکنیم که اگر میل و امکان کمک کردن ندارند پس از برای الله حداقل چنین مردم بیچاره و مشتپه را فریب ندهند. وزارت مدافع تاجیکستان روز 2 ایون سال 2023 از انجام دعوت باوری شهروندان سالهای تولدشان 1996 و 2005 خبر داد و گفت دعوت باوری به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان از 1 اپریل تا 31 می ادامه یافته و اینک به انجام رسید. مرکز مطبوعات وزارت مدافع گفت مسئولین کمیسیون دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و نایه‌های حدود منطقه رشت علکی در روز نخستین دعوت باوری و 4 نایه پایتخت شهر دوشنبه تا آخر ماه اپریل نقشه پیش بینی شده را 100% اجرا کرده تا 31 مای سال 2023 ولایت سوخت، ختلان و شهر نویه و تابع جمهوری نیز از اجرا شدن نقشه خود گزارش دادند. وزارت مدافع در اطلاعیه‌اش از زیاد شدن شماره جوان پسران متینی روده و وطن دوست که برابر گرفتن اولین دعوتنامه کمیسرات های حربی شهر نویه ها اختیارند به کمیسیه های دعوت حاضر می شوند ستایش کرده است، ولی می افزاید وزارت مدافع با وجود پیشروی های نظرس در این سمت بودن شهروندانی که بعد گرفتن دعوتنامه کمیسرات های حربی به سبب های عذرناک به کمیسیه های دعوتی حاضر نشدند که عین حال روی خط آنها ترتیب داده شده به مقامات دخلدار ارسال کرده شده است و نسبت به چنین جوان پسران چاره های قانونی اندیشیده می شود. قانونگذاری تاجیکستان برای سرکشی از خدمت حربی جوابگری جنایی و تا چند سال حکم زندان را پیش بینی می کند. هر سال در تاجیکستان دعوت و گسیل شهروندان جنس مرد از 8 تا 27 ساله به خدمت حربی در دو موسم جریان می گیرد. دعوت بهاری شهروندان به صف ارتش ملی از 1 اپریل آغاز گردیده تا آخر ماه مای ادامه می یابد و دعوت تیرمویی از اول ماه اکتبر شروع گردیده در آخر ماه نویبر به انجام می رسد. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت ها از ابلاغ یا ایوتگیری جریان می گیرد. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسرات های حربی و مقامات محلی جوانان سن سال دعوتی را در کوچه بازارو دستگیر کرده به خدمت می فرستند. همین طور مقامات گوه ها والدان جوانان دعوت شونده را که در مردکاری در روسیه اند گرفتار می گیرند و تنها بعد بازگشت فرزندشان جواب می دهند. در جامعه چنین شیوه های مجبوره به صف ارتش بردن جوانان را محکوم می کنند و می گویند مقامات حربی باید شرایط را در ارتش خوب کنند تا که والدان با دل پر فرزندانشان را به خدمت روان کنند و جوانان نیز از خدمت حربی نگریزند. در نتیجه برگزار نمودن چهارابینی های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 45 ساله ساکن نویه رودکی با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر شد. او همراه رفیقش مرد 45 ساله ساکن شهر دوشنبه با مسئلت پیشکی 11 مای سال 2023 تخمینا ساعت 11 و 30 دقیقه در کوچه نعمت قرابایف پایتخت به تاریخ آشکارا از جیب مرد 45 ساله ساکن نویه رودکی یک عدد همیان را که در داخلش شناسنامه ملی، شهادتنامه های رانندگی و دو عدد کارت ملی پلاستیکی داشت تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسم نشده 1000 سومانی را تشکیل می دهد. اوید و این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه ووسه عریضه مرد 27 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردید است که شب 29 مای سال 2023 تخمیناً ساعت های 23:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا 6500 سومانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهارابینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 27 ساله ساکن شهر کولاب صادر نموده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چهارابینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 20 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد.
نامبرده 25 مای سال 2023 تخمیناً ساعت 2:30 دقیقه با روی پنهانی وارد خانه استقامتی زن 48 ساله ساکن پایتخت شده، از آنجا 6000 سامانی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسمی نشده 14000 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبر بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.